خب امیانان عزیز و ارجمندم، عرض ادب و احترام در خدمت شما. سپهر عزیز برنامه رو هدایت میکنه. ممنون. این برنامه در استودیوی تلویزیون ایران فردا در لس آنجلس شهر استودیو سیتی ضبط میشه هر هفته. امروز با کی هستیم؟ با آقای دکتر اسماعیل نوریالای عزیز، پیام شاعر و نویسنده و پژوهشگر. آقای نوریالا، درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان این برنامه. امیدوارم حالتون خوب باشه. به مرحمت شما عرض کنم که آقای مهبودی، من در آغاز برنامه امروز خواستم عرض کنم که جسارتاً بگم که من امروز روز تولدمه. بعد در واقع وارد 74 سالگی میشم. عجب. و چون این برنامه وقتی که من میگذارمش روی فیسبوکم میبینم که خیلی طرفدار داره، برای من نامه میفرستن، نظر میدن و اینا، و میدونم که شنونده این برنامه هستن، خواستم تشکر کنم از لطفی که از دیروز تا حالا، اصلا فیسبوک من رو اگر ببینید میبینید از تمام ایران و نمیدونم اروپا و امریکا عرض کنم که محبت خودشون رو نسبت به من ابراز کردن، و خواستم هم همینجا تشکر کنم، چون این برنامه هم به حال روی اینترنت خواهد رفت، تشکر کنم و بگم که بهترین هدیه‌ای که آدم میتونه در اینجور مواقع بگیره همین لطفیه که دوستان ندیدم در سراسر دنیا نسبت به بنده ابراز کرد. تشکر کنم. سایه عمر شما بلند آقای دکتر نوریالای عزیز. جالبه، مادر آقای نوریالا وقتی که حیات داشتن شخصیت فوق‌العاده نازنی، اهل شعر، اهل شاعری، خطشون فوق العاده قشنگ بود، نامه های زیادی من دارم از ایشون. واسه صیغه برادری خوندن بده من. بله. به پسرش میگفتن یادت باشه این علیرضا رو من کمتر از تو دوست ندارم. خب بله، همینطور ما وفادار موندیم به فرمایش مادر. قربان شما. خب دکتر نوریالای عزیز، بله، حضور کس کنم، چند هفته ایست داریم صحبت میکنیم درباره هم شخصیت هایی که جمع ایجاد تحول و تطور در ادب و زبان و فرهنگ ایران نقش مؤثر داشته. متاسفانه این هفته یکی از برجسته ترین زبانشناسان ایران رو از دست دادیم که سالها عضو فرهنگستان بود، ابوالحسن نجفی، که خیلی اسباب تأثیره. وقتی این شخصیت ها میرن نگاه میکنیم اینا واقعا جانشین ناپذیرن، کسی چای اونها رو بگیره. یاد از کم در دوره انقلاب اسلامی در ایران زمینه های فراهم نبوده که اندیشمندان و بزرگانی مثل دوره های گذشته در مملکت ما پدید بیان. نه امکانات در اختیارشون میگذاشتن، نه حکومت علاقه ای داشته که اصلا حالا ادب و فرهنگ ایران تقویت بشه. اینه که خیلی تسلیت میگم هم به خودم هم به هموطنان عزیزم و به فرهنگ مداران این مملکت. دوتونه داشتیم صحبت میگن برمی راجع به زمانه و تغییر، اینم که خیلی مهمه، هم واژه زمانه واقعا مهمه. رفتن آقای ابوالحسن نجفی رو که عرض کنم که از جوانی ما خواننده آثار و ترجمه هاشون بودیم، تسلیت میگم به فرهنگ دوستان ایران. ما در واقع پس از این که به دو سالی ما در این برنامه ها راجع به شخصیت های مختلفی که بنده در زندگی سعادت دیدار و حشر و نشر باشون رو داشتم انجام دادیم، من به این فکر افتادم که ما بیاییم اون زمانه ای که این اشخاص رو پروریده و تحویل جامعه داده اون رو هم به عنوان یک شخصیت نگاه کنیم و ببینیم که این زمانه چه هویت و ماهیتی داشته است. و از نظر من چون آنچه که مهم بوده در این مدت، در این 100 سال 110 20 ساله اخیر، مسئله تغییر بنیادی جامعه ما بوده و نوساناتی که این تغییر به وجود آورده، این بود که من عنوان عرض کنم که در زمانه تغییر رو پیشنهاد کردم و هم راجع به زمانه صحبت کردیم و هم راجع به عرض کنم که در واقع سیستم. یعنی پیشنهاد من این بودش که ما بیایم یک دور دوره معاصر جامعه خودمون رو که من و شما و شنوندگانمون در اونجا عرض کنم که پروریده شده ایم،
بیاییم با نگاه سیستمی به قضیه نگاه بکنیم، یعنی بگیم که این یک جامعه، یک سیستمی است که عرض کنم که در یک مدت معینی که مطابق قرارداد ما انتخابش میکنیم، مثلا بین دو تا انقلاب مشروطه و اسلامی دوچار تغییراتی شده و این تغییرات رو چگونه میشود عرض کنم مورد مطالعه و تدقیق قرار داد. و بحث من آخرین جلسه که داشتیم عرض کنم که بحث من راجع به این بود که یک سیستم چگونه تغییر میکنه، در مقابل تغییر چه واکنشی رو نشون میده و غیره، که امیدوارم اگر که بتونم این بحث رو اینجا به پایان برسونم، اون وقت با این نگاه سیستمی برگردیم و این 100 ساله اخیر رو یک دور مرور کنیم، در واقع با اون زیربنای پیدایش آدم هایی که در طی این 2 سال راجع بهشون حرف زده ایم بیشتر آشنا میشیم، یا لااقل من میگویم که من چرا فکر میکنم که اینها با این شرایط به دنیا آمدند، این کارها رو انجام دادند و عاقبت کار چرا به اینجا کشید که کشیده است. یعنی بالاخره هر دوره از تاریخ قالب بندی های خودش رو داره و آدم هایی ممکنه در این دوره پدید بیان که در دوره های دیگه نه، ممکنه چنین امکانی برای اونها نباشه. بنابراین تشخیص و تمیز اجزا یک زمانه خیلی حائز اهمیته برای اینکه شما بتونید شخصیت های برآمده در این زمانه رو ارزیابی و بررسی کنید و بذارید روی بازکور، خلاصه وزنشون کنید، عیار سنجی کنید. کاملا درست میفرمایید. وقتی من یادم از قدیم میگفتن که نه، حضرت علی گفته که فرزند زمانه خیش باش. به نظر من توی این حرف که من مطمئنم مال بزرگانیه که بعدا همینطور هرچی حرف خوب بوده به ائمه نسبت داده اند، این واقعیتی است که آدم بتونه زمانه خودش رو، یا به قول عرض کنم که فلاسفه آلمانی، روح زمانه خودش رو در بیابه و در رکاب اون حرکت بکنه، نه اینکه بخواهد مثلا قلم پای اسب این زمانه رو بشکنه و اون رو از حرکت باز بداره. یه حرف هگل دیگه، هگل هم همینو میگه که شما فرمودید، کاملا درست. بله، از هگل شروع میشه تا انگلیس همه اینها میادش دیگه. عرض کنم که در نتیجه بحث عرض کنم که سیستم رو به اونجای رسوندیم که سیستم عرض کنم که یک مرزی داره که او رو از بقیه جدا میکنه و در داخل خودش اون وقت خورده سیستم هایی رو داره که به صور مختلفی عرض کنم که انجام وظیفه میکنن، نقش بازی میکنن و غیره. و رسیدیم به مسئله این که حالا این سیستم وقتی که در معرض تغییر قرار میگیره، این رو چگونه میشود عرض کنم که بررسی کرد بر اساس مفروضات مربوط به سیستم. در اینجا من فکر میکنم باید ما اول به این توجه بکنیم که تغییر با حرکت و جنبش متفاوته. یعنی که شما ممکنه که یه سیستمی داشته باشید که این در داخل خودش اجزایش در حرکت باشن، اما کل سیستم به این لحاظ تغییری نکنه. از منظومه شمسی بگیریم تا یک ساعت کوکی، اینها همه سیستم هستن، اما سیستمی هستن که در درونشون حرکت و جنبش رخ میده، اما تغییری در ساختار این سیستم ها وارد نمیشه. و ولی تغییر وقتی بخواد وارد شه، در واقع یعنی این که وضع موجود به هم میخوره و در طی یک تلاطمی ما به یک وضع موجود جدیدی میرسیم، یا اینکه سیستم اصلا منفجر میشه و از بین میره و یا باقی میمونه و میتونه خودش رو دو مرتبه منظم بکنه. در این حال تغییرات میتونن تدریجی باشند یا ناگهانی باشند، یا اینکه درونزا باشند یا برونزا باشند. یعنی ممکن است که در داخل یک سیستمی حالا به دلایل مختلفی تغییراتی رخ بده که خود سیستم این تغییرات رو موجب شده. یک وقت هم است که تغییر از بیرون مرزهای یک سیستم
به داخل سیستم در واقع تزریق میشه، وارد میشه و اون رو دچار تحول میکنه. معمولا توی بحث های تاریخی جامعه شناسی و علوم اجتماعی بیشتر توجه به این تغییرات درونزا بوده و اگر که بنده در جلسات گذشته راجع به مثلا تاریخ و فلسفه تاریخ هم صحبت کردم و گفتم که مثلا نظرات مختلفی وجود داره که در تاریخ چگونه حرکت رخ میده و آیا این حرکت ها دارای معنا و مضمون و عرض کنم که تماتیکی هستند یا نه، بیشتر بحث ما ناظر بر تغییرات درونزا بوده. مثلا وقتی که راجع به عقاید کارل مارکس صحبت میکنیم و حالا بگیریم که از هگل گرفته تا مارکس و بعدی ها، مسئله این که بیایند و این رو بگویند که موتور حرکت تاریخی مثلا تضاد طبقاتیه، این طبقات در درون سیستم قرار دارند، با هم در تضاد هستند، میشن تز و آنتیتز و در پایان مجادله شون ما به سنتز میرسیم و به یه وضع موجود جدیدی. اما تمام این بحث بحث تغییر درونزای سیستمه، یعنی آقای کارل مارکس میاد یک سیستم رو در نظر میگیره و میگه که با توجه به خرد سیستم های داخل این سیستم کلی، کنش و واکنش اینها یا به اصطلاح امروزی ها تراکنش اینها، عرض کنم که اینتر ریاکشن اینها باعث می شود که خرد سیستم های جدیدی زاده بشه که با گذشته فرق دارن. مثلا بگیریم که طبقه عرض کنم که سرمایه‌دار یا بورژوا با طبقه پرولتاریا در تضاد قرار میگیره و از برخورد اینها هستش که ما به یک نظم جدیدی به نام مثلا سوسیالیسم میرسیم. اما من فکر میکنم که وقتی ما بخوایم برگردیم و به جامعه خودمون نگاه بکنیم، پیش از این که مسئله تغییرات درونزا باشه که در مواقعی هم در عرض کنم که کشور ما رخ داده، اون چی که به دوران معاصر ما مربوط میشه در واقع تغییرات آمده از بیرونه به لحاظ برخورد این سیستمی که ما انتخاب میکنیم با سیستم های بیرون از خودش. مثلا شما فکر کنید که تغییراتی که از بیرون میان خودش رو میشه به دو دسته تقسیم کرد، مثل تغییرات طبیعی. فکر بکنید که در یک جا خشکسالی میشه، در یک جا زلزله میاد، در یک شهاب آسمانی میاد میخوره به عرض کنم که به یک سیستمی و این سیستم رو متلاشی میکنه یا تغییر میده درش. یکی از اینها هم مسئله جنگ ها هستند که حاصل جنگ ها که در واقع سیستم با یک سیستم بیرون از خودش در میفته و با هم دیگه میجنگند، حاصلش چه پیروزی باشه چه شکست باشه برای این سیستمی که درگیر جنگ با یک سیستم بیرونی شده، تغییرات عمده‌ای پیش میاد که اینها درونزا نیستند بلکه ناشی از تصادم این سیستم هستند با بقیه. و در پی اون ما با روندهایی روبرو میشیم که این روندها در واقع کوشش سیستم هستند برای اینکه پس از این برخورد چگونه خودش رو بازسازی بکنه و عرض کنم که برسه به یه تعادل جدیدی. من فکر میکنم که مثلا اگر که بگیریم که در زمان فتحعلی شاه برخورد ایران با مثلا روسیه و جنگ هایی که بین این دو کشور اتفاق افتاد و برتری نظامی و تاکتیکی و استراتژیک روس ها بر ایرانی ها که موجب شکست ایرانی ها شد و عرض کنم که سرزمین های بزرگی از ایران از دست رفتند، تکانه ای که این شکست به جامعه ما داد، به خصوص به جامعه روشنفکری ما، در واقع ناشی از برخورد این سیستم با عرض کنم که سیستم بیرونی بود. در نتیجه این تغییر رو ما باید در زمره تغییرات برونزا حساب بکنیم تا درونزا. ممکن بود که اگر که مثلا این جنگ ها اتفاق نیفتند،
همین سیستم لک کنان همون گونه که مثلا از اواخر صفویه به یک وضع موجودی رسیده بود، این ادامه پیدا میکرد و میرفت. اما به محض اینکه ما این عنصر عرض کنم که تغییر برونزا رو به داخل این سیستم تزریق میکنیم، هستش که یک مرتبه متوجه این میشیم که چه اتفاقاتی در این مورد رخ داده. و معمولا هم مسئله این هستش که لااقل در مورد کشور ما این بوده است که خب متفکر ایرانی در مقابل این شکست های وحشتناک و تکان دهنده ای که پیش آمد، اولا باید فکر بکنه که چرا این شکست رخ داده و بعد هم به این فکر بیفته که چگونه می شود این ضایعات رو جبران کرد، که در واقع می شود گفت حکایت زمانه ما حکایت این اندیشه ها بوده است که چرا شکست خوردیم و چگونه می تونیم بر نتایج این شکست فائق بیاییم. و عرض کنم که در اینجا مثلا ما می تونیم با روندها یا ترفندهایی روبرو بشیم که متفکرین و دولتمداران ایران دوست اندیشیدند راجع به این که ما مثلا اگر که از روسیه یا از غرب اون زمان شکست خورده ایم و علت شکست ما یه مقدارش علل درونی بوده و یک مقدارش عرض کنم که عقب افتادگی های ما نسبت به جوامع دیگه بوده، اینها رو چگونه می شود سر و سامان داد. و در واقع یک روند شناخت ضعف های درونی مطرح میشه و یک روند مقایسه ای که ما به چه دلایلی عقب افتاده ایم و چگونه می توانیم این عقب افتادگی رو جبران بکنیم. و دکتر نوریالا، خوش داشت موضوع رو مطرح کردید. بله، خصوص کس کنم، خب برمیگردی به همون دوره فتح علی شاه و تقسیم ایران، یا در واقع از کف رفتن بخش های عظیمی از سرزمین ما. بله. بخشی که ما در ساکن بودیم، بخشی که ایرانیان دیگری بودند، اما از اون پس باید تحت اشغال یک حکومت اجنبی زندگی میکردن که هنوز هم دارن به همون ترتیب زندگی میکنن. متاسفانه اون بخش هرگز مورد مداقه قرار نگرفته. یعنی بخش تراژیک قضیه تصادفاً اونها هستن که از تنه مادر جدا میشن، از آغوش مادر اونها رو جدا میکنن، از اون پس تحت سیطره قدرت اجنبی قرار میگیرن و یک سرنوشت دیگری کاملا پیدا میکنن. مثلا در آلمان شرقی و آلمان غربی امروز کالا که هر دو یکی شدن، از این بررسی میکنن متوجه میشن چه اثرات غیرت انگیزی داشته زندگی زیر نظام کمونیستی و چه تغییراتی در حالات آدم‌ها، عادت‌هاشون، حتی معیارهای اخلاقی اونها، بعد استعدادهای در یه رشته‌ای پیدا کردن که غربی‌ها اینور ندارن. مثلا چی؟ دانش آموزانی که در شرق آلمان زندگی میکنن سواد ریاضیشون بیشتر از این طرفی هاست، یا رفتارهاشون کاملا متفاوته. برخی از اونها خیلی محافظه‌کار و دستراستی شدن، برخلاف تمام به آموزه هایی که پیش از اون در دوره استیلای کمونیست ها به اونها تحمیل شده بود. یعنی میخوام بگم که ما همیشه این فصل قضیه رو نگاه کردیم اما اون سو رو نگاه نکردیم، ببینیم بر سر اونها چه آمد و اونها یعنی اون بخش تراژیک و غمناک قضیه متاسفانه از دید ما این سویی ها کاملا پنهان و نامرئی باقی مونده تا به امروز. کاملا درست میفرمایید. اتفاقا در این زمینه یه تجربه جالبی که برای من پیش آمده اینه که در این شهر دنور که ما زندگی میکنیم، نمیدونم به چه دلیلی تعداد مهاجرین تاجیک بسیار زیاد هستن و در این شهر دانشگاهی که ما اینجا داریم به نام بولدر، یه جمعیت وسیعی از تاجیکستانی ها زندگی میکنن، آمدن به اینجا و برای خودشون عرض کنم که مرکز دارن، دیدنیم رستوران بزرگ دارن غیره. گاهی هم آدم میره اونجا سر میزنه، خیلی هاشون هم علاقمند هستن که مثلا با کسانی که با ادبیات و تاریخ ایران آشنا هستن مثلا
مراوده داشته باشن. در نتیجه برخوردهای مختلفی بین ما پیش میاد. من میبینم که واقعا اینها پس از این ماجرا یک سرنوشت دیگری رو طی کردند که ما اصلا ازش خبر نداریم. ما بیا همین دقیقاً همین. در نتیجه یه عقاید، یه نگاهی به جهان دارن، حتی مثلا به مسئله مذهب خودشون، چون خیلی هم آدم های مذهبی هستن، اما مذهبی که اونا دارن به کل با اون چی که مثلا ما در ایران تجربه کرده این متفاوته. حالا اونا سنی هستن، من از شیعه های ایران صحبت نمی کنم، حتی سنی های ایران هم با سنی های مثلا تاجیکستان تفاوت عمده‌ای دارن. الان بررسی هایی که شده مثلا بین مردمان کره شمالی و کره جنوبی و تفاوت های حیرت انگیز حتی در جسمیت اونها، یعنی کره جنوبی های 2 سانتی متر کوتاه، کره شمالی ها 2 سانتی متر کوتاهتر از هموطنان خودشون، همه اعضای یک خانواده هن. اما اونها یه ملت تو سری خورده، گرفتار، درمانده، گرسنه و یه حکومتی که آمده دور خودش دیوار کشته، تقریبا کاری به بقیه مملکت نداره، تمام تمرکزش روی پیونگیانگه. و شما اگه بخواید از یه دهکده به یک دهکده دیگر در کره سفر بکنید، باید جواز بگیرید. یعنی اینقدر این مردم در میهن خودشون غریبن. و در عوض کره جنوبی، مردمانی که امروز از نظر ابداعات صنعتی شماره یک در دنیا هستن، واقعا اینها به پیشرفت‌های در زمینه صنعت و تکنولوژی و تکنولوژی برتر دست پیدا کردن که محسود خیلی از ملت‌های امروز دنیا شدن تا کشورهای غربی. یعنی تفاوت‌های عظیم پدید آمده. متأسفانه ایرانی‌ها در اون زمینه و در اون بخش مداقه و تأمل چندانی نداشتن، خودشون رو دیدن. یعنی همش ابراز تأسف کردن از اینکه ما بخشهایی از مملکت رو از دست دادیم، مملکت ما تجزیه شد، روس‌ها بردن، تازه بعد هم تصمیم داشتن که آذربایجان رو ببرن که خوشبختانه نشد، ولی بیشتر تمرکزشون روی خودشون بود و اون بخش اصلا به حال خودش رها کردن و هرگز هم احوال پرسش نبودن. این دوره انقلاب که اصلا به کل اونجا رو، و ما در بازی تبلیغاتی که بین ایران و ترکیه رخ داد، که ترکیه با انترتینمنت به سراغ اونها رفت، با شوها، با سریالها، با برنامه‌های خوب تلویزیونی، در این زمینه اونها توفیق پیدا کردن که بیشتر به اونها نزدیک بشن تا ما که فرصت داشتیم، اونها هم آرزو داشتن که بیان زیر چتر فرهنگ این مملکت زندگی کنن، آرزوشون این بود. در هر زمینه ما قصور کردیم آقای نوریال. کاملا درست میفرمایید. عرض کنم که ما اصلا غافل بودیم از اون بخش هایی که از کشور ما جدا شدن و سرنوشت دیگری رو پیدا کردن. یعنی در واقع الان دیگه روشنفکران اون سرزمین ها هستند که باید بگویند که پس از جدایی از سرزمین مادر چه روزگاری رو گذروندن. حتی افغانستان رو شما نگاه بکنید که روس‌ها از ما جدا نکردن، نمیدونم عرض کنم که انگلیس‌ها جدا کردن، ولی اون هم کاملا الان میبینیم اتفاقاتی که در افغانستان میفته اصلا از جنس دیگری است. و این مسئله عمده ای هم که شما بهش اشاره کردید که پس از فروپاشی شوروی و استقلال این جمهوری هایی که سرزمین های از دست رفته ایران بودند، عرض کنم که سیاست حکومت اسلامی ایران در اونجا فاجعه انگیز بود. یعنی آنچنان عرض کنم که راه رو غلط رفتن که موجب اصلا پیدایش واکنش های منفی در اونها شد. آقا اینا با متولی فرستن برای این امامزاده، اون مسجد، این مسجد، به این کشور، اون کشور آسیای میانه، نمیدونم با آخوند خواستن به شکلی اونها رو تنویر بکنن، تنویر مذهبی بکنن، در حالی که ترک ها خیلی هوشمندانه، با اینکه یک دولت اسلامی بر سر کار بود، خیلی هوشمندانه رفتار کردن در مورد اقوام آسیای میانه، که من همه اونها رو واقعا همه هموطنان تاریخی خودمون میدونیم، همتای افغان ها، و خیلی آدم تأثر میخوره که بعضی وقتا به گونه از افغان ها سخن گفته میشه انگاری اونا غریبن. اینا بودن اون رنسانس بزرگ، در رنسانس فرهنگی رو در مملکت و در به طور کل در میان ایرانی ها ایجاد کردن. اونا سهم عمده ای دارن در اون چی که ما امروز به عنوان میراث فرهنگی و ادبی ایران میشناسیم. و خیلی اسباب تأثری که متاسفانه
برخی از ما شناخت چندانی نداریم از خودمون، از حوزه فرهنگی ایران، از اقوامی که، از قبایلی که به هر حال منسوب به ما هستند، بخشی از ما هستند، و این همه با اونها جفا میکنیم. بله کاملا درسته. من که فکر میکنم که همونطور که مثلا در اروپا شاهد پیدایش اتحادیه اروپا شده ایم، من پیشبینیم اینه که در آینده ما یک اتحادیه آسیای جنوب غربی خواهیم داشت که در مرکزش ایرانه و تمام این کشورهایی که یه روزی پیوند کشوری با ما داشتند این بار یک پیوند اتحادیه‌ای با ما پیدا خواهند کرد و ایران میتواند پس از اینکه از شر حکومت اسلامی راحت شد میتونه مرکز یک چنان اتحادیه بزرگی باشه، به خاطر اینکه همه زمینه‌های فرهنگی وجود داره، حتی روابط اقتصادی هم در یک چنین اتحادیه بسیار به سهولت بیشتری انجام خواهد شد. حالا در اون میونه نقش ترک‌ها چه خواهد بود و اونها چگونه میخواهند مثلا مرکز یک چنین چیزی بشن، تاریخ نشون داده که تا به حال موفق نبودند، در حالی که هر بار در تاریخ اتفاقی افتاده که بیایند این تکه ها به هم بچسبند، همچنان ایران عرض کنم که مرکز اصلی چنین اتحادیه و حتی امپراتوری بوده، چون تفاوت ماهوی بین اتحادیه و امپراتوری وجود نداره، دو تا نگاه هستن، دو تا برچسب هستن روی یک واقعیت تاریخی. بنابراین من گمانم این است که با همه این تفرقه هایی که وجود داره و به خصوص مرکز این تفرقه ها مسئله یک حکومتی است که میگوید که من شیعه اثناعشری هستم و در داخل یک مجموعه قرار داره که اون مجموعه سنی هست، این که از سر راه برداشته بشه روزی که قانون اساسی بدون مذهب رسمی در ایران مستقر شه، به نظر من دروازه های ایران به روی این فرزندان خودش گشوده است و ما روزی رو، حالا ممکن ما نباشیم ولی به نظر من این اجتناب ناپذیره، هر چقدر که ما به طرف تسلط روند عرض کنم جهانی شدن حرکت میکنیم و کشورهای کوچک مرزهاشون رو به سوی اتحادیه بزرگتری میگشایند، این روند در آسیای جنوب غربی هم مسلماً اتفاق افتاد، خواهد افتاد. ما بی خودی بهمون میگن که ما خاورمیانه‌ای هستیم. خاورمیانه به نظر من یک جغرافیای دیگری است از آسیای جنوب غربی. اینا تقسیم بندی‌های غربی هاست دیگه. تشکر میکنم، هم خاورمیانه هم خاور نزدیک. تشکر میکنم. همینانم میگن آرزوها ذره ذره پیر میشند اما خاموشی نمیگیرن و آرمانها، آرمانهای بزرگ بخار میشن میرن ولی یک روز میبارن، حتی اگه ما نباشیم، حتی اگه نباشیم. به هر حال من مطمئنم که روزی مردم ایران به اون آرزوها و خواستهای خودش خواهد رسید، چیزی که ما برای میهن خودمون میخوایم از سر عشق و علاقه به اون سرزمین. تشکر میکنم از دکتر اسماعیل نوریالا و سپاس از شما. اگه پرسشی داشته باشید، تمنا میکنم، در برنامه‌های گذشته هم گفتم، به تلویزیون های دیگه زنگ نزنید، تو رو اغلب دیدم، همینطور به رادیو یا جایی که من کار میکنم، و حتما با تلویزیون ایران فردا در میان بگذارید، از طریق فیسبوک پرسشی داشته باشید با کمال میل حتما پاسخگو خواهیم بود و از تعریف تمجید های شما هم که خیلی سپاس گذاریم، ممنون از همه محبتات، از اینکه هنوز هم به ما اعتماد میکنید، اسباب سرفرازید. سپر عزیز تشکر. آقای نوریالا 74 سالگی بر شما خجسته و میمون با این نهایت ممنونم، سعیتون کرد نشید، روز روزگار بر شما خوش. تشکر.